درود بر همیهنان عزیز، برنامه دیگری رو با شرکت بانو آناهیتا زند و دکتر کیومرث زند کرمانی پیشکشتون میکنم. درود بر شما دکتر کیومرث زند کرمانی، درود بر شما بانو آناهیتا، برنامه در اختیار شماست، بفرمایید. امشب تیرشید 31 خرداد 2551 از بیانیه آزادی کوروش بزرگ برابر است. کدوان یک هم همون بکگراند نویز رو داریم، همون هام رو به اصطلاح داریم، یعنی بله من میکروفون خودم میبندم. دکتر زن شما لطف کن اگه داشتم من صحبت میکردم یادآوری بکن، من میکروفونم گهگاهی فراموش میکنم بس کنم. بله بله، من میکروفونم قطعه ولی صدای شما رو دارم از تبلت میشنم. باشه. بله، 31 خرداد و برابر است با 20 جون 2012. امشب سولستیس، ما ساعت 7 شامگاهان در واقع آغاز موسم تابستان یا فصل تابستان شروع شد، جشن شروع موسم تابستان هست و شاد باش به همه همیهنان گرامی. کیومرث گرامی دیشب نیومون هم بود، ماه نو هم بود. بله کدوان صدا خیلی عالی شد، شما میکروفون خودتون که بستین. درود بر شما، خیلی کلیر و کریسپ و شفاف عرض شود که شما میتونین مانیتور کنین. اگه من خب امشب میخوام یه خورده زیاد ملت رو سردرد ندیم، کوتاه بریم. بله. چون من این برنامه این چپ تلویزیونی که خب دو نوع هستن، یکیش از بازماندگان تودی ها هستن. بله. نه مثل مرتضی محیط که سمبل تفکر ریویژنیست و عقب مونده و اجنبی گرا و بی وطن به جای انترناسیونالیست یا جهان میهنی، اینا بی میهنی رو به جاش اشتباه گذاشتن. بله. یکی هم اون چپ های وابسته به اسرائیل اینا هستن که خطای مختلف کارگری اسمشون رو گذاشتن کمونیست کارگری، هم اسم کارگر رو خراب کنن، هم اسم کمونیست ما هم اسم. خب به هر حال از اینا زیاد داشتیم دیگه، استالین هم دیگه همه غرب تبلیغ کرد که اون سمبل کمونیست. بله. و دیدیم که به هر حال اینا تونستن موفق بشن که مردم مخشویی کنن از طریق رادیو تلویزیوناشون و تفکر استقلال خواه و آزادی خواه و برابری خواه و طرفدار محیط زیست، طرفدار بشر رو سرکوب کنن به اسم دیکتاتوری که کمونیست دیکتاتوری و کمونیست یعنی استالین، کمونیست یعنی ماو و فلان اینا. به هر حال اینها هم بی دلیل در تلویزیون نیستن. من در گفتمان قبلی شروع کرده بودم یه گفتمانی راجع به محیط شروع کردم که خیلی هم ظاهرا طرفدار داره به خاطر اینکه به هر حال مرتب زیاد کتاب میخونه، کتاب که چرس کنم روزنامه رو زیاد میخونه، نیویورک تایمز رو زیاد میخونه، خودشو اپدیت نگه میداره. بله. ولی زیربنای فکری فاسد و نابود شده ای داره که نه از میهن چیزی میدونه، نه از تاریخ انسانی بشریت چیزی میدونه. در اصل همون دنبال اون کلمه عرب که میاد گل از گلش میشکافه و این دنبال همون تفکر برادری برابری عربه که با اون شعار به ایران حمله کردن، یعنی شعورش از درک سوسیالیست یا دیالکتیک تاریخ یا ماتریالیسم تاریخی در حد یهودیای یثرب و حجاز که دین اسلام رو درست کردن و بر ما عرب تازوندن و به اونا گفتن برادر، به عربا گفتن برادری برابری، یعنی شما هر چی که برین زنها رو تجاوز کنین و مالها رو بگیرین بینتون تقسیم میکنیم، همه تون این موقعی که برنده بشید همه میخورید. یعنی همون چیزی که در تورات اومد که 10 فرمان تجاوز نکنید، بزن همسایه، آدم نکشید، نمیدونم دزدی نکنید، بعد آخر سر به قول معروف چیزش اینه که تتمه ماجرا که نگاه میکنید میبینید اگر میخواید این کارها رو بکنید بروید اون ور رودخونه در جایی که کنونایت ها
درختان آلیو، چی بهش میگن، زیتون زیتون، فراوان دارند و فلان، اونها زنان سفید پوست دارن و درست همون چیزی که به عربام گفتن که زنای ایران ازشون حوری، پوستشون مثل گوشماهی سفید، و برید و به هر حال هر کار میخواهید بکنید. این همون تفکر توراتی اسلامی عربی به اصطلاح آدمخوریه که خودش رو در این مردک به این شکل نشون میده. اینا رو حالا من باز میکنم، همجوری نمیگم، میرسم که این موجود کیه. این از این میاد، این از تفکر این عقب نوچپش. مونده، این نوچپش. به چپهای کمونیست کارگری که خط خط شدن و به قول معروف رهبرشون یک جاسوس اسرائیل بود در کردستان در زمان انقلاب، ناره حکمت نامی، مردک ملعونی که به قول معروف شعر میزنه خونده و بشکن میزده که هر کسی یه حزبی داره، من ندارم، با پولایی که از کسافات بین المللی میدادن اونجا حزب کمونیست زد. چرا؟ چون باید آلترناتیو همه خطوط فکری واقعی درست بشه. خطوط فکری واقعی از بطن جامعه بلند میشن، از اقشار مختلف جامعه بلند، از افکار مختلف جامعه، از قشرهای مختلف فرهنگی، سیاسی، خانه، معلمان، کارگران، دکترها، دهقانان، تولید کنندگان جامعه، مادران خانه پرور، خانه ساز یا کد بانو به اصطلاح، که حتی معنی اونم خراب کرده بودن در زمان شاه. اینو به هر حال افکار مردمی از درون جامعه بلند میشه، خودش رو در شوراهای محله، شوراهای دبیرستان، شوراهای مدرسه، دانشگاه، کارگر، اینها نشون میده. ولی از بالا ساختن یه حزب با پول، موقعی که پول پشت مردک ملعون میذارن که بیکاره، رفته کتاب هم چند تا گفتن اینا رو باید بخونی، یه جاسوس میذارن، خب این راحت میتونه یه حزب بزنه باز خودش. ولی معنای حزب نیست، حزب از پایین، از جنبش های مردمی به هم میپیوندن، سندیکاها، شوراها، و کم کم در نهایت حزب های به وجود میاد که اینا میتونن در پیشرفت دموکراسی و استقلال اون جامعه، در درجه اول استقلال اون جامعه، زمانی که اجنبی میخواد مثلا این شاهکی رو یا این آخوندکی رو که سر کار گذاشته میخواد ورداره، چون میبینه جامعه به تلاطم افتاده، انقلاب داره میشه، نیروهای زده دیکتاتوری دارن بلند میشن و اینها، آماده میکنه در طول مدتی که اون مامورش رو سر کار گذاشته، کسی که اجنبی که اون موجود رو سر کار گذاشته، آماده میکنه آلترناتیویش رو برای دفعه بعد. مثلا در زمان شاه 54,000 مسجد ساختن اسرائیلیا از طریق ساواک به سرا که صاحبش موساد اسرائیل بود، و آماده کردن که زمانی که این مردک قراره بره آخونده ها رو بیارن. و دیدیم الان لحظه به لحظه این که اون جاسوس اسرائیل که به ساب ساواک بود، پرویز ثابت، که الان دوباره علمش دارن میکنن، دیدیم که چطور آخونده ها رو در آخرین لحظه سالهای آخر انقلاب گرفت و اسماشون شد جزء زندانیان، روی قالی نشوندنشون و چلوکه ها بهشون خوروندن تا که خمینی رو با سلام و صلوات آوردن، شاه رفت اون آوردن، اینا رو از زندان در آوردن و کردن رئیس کشور ایران. مثل رفسنجانی که از خانواده تن مأمور اسرائیل بود، از باستان، از قدیم، خانواده تن از پدر و پدر جد و هاشمی ها که من میشناختم اینها رو که چه موجودات رذل و کثیفی هستن، و همین خامنه ای مل از همون تتمه های آقایونلو، قرقایونلوی قاجار بودن. دقیقا اینا از همون تتمه های آدم خورانی هستن که خزرها و سکاها و اینها و قاجارها و اینها رو به ایران، همون یهودی هایی که پولشون پول گذاشتن و فینانس کردن و قاجار رو به ایران تازوندن. بله، این توطئه ادامه داره و اینهایی هم که ساختن، خطوط مختلف گفتیم که خب یکیش که همون بود که الان تو تلویزیون میبینی نشون به اسم خطوط کمونیست کارگری که زنک وحشتناک باهایی هست به اسم چیزی که میاد توی اون چیزای تینگ تانک های میبودی میاد، واحدی همچه آشغالی،
یه موسفیده است تو کانال نیما وان، احدی، احدی بله هم چه آشغالی، بله یه موسفیده تو کانال وان میاد. جوادی. آره اینا شعبه شعبه شدن، 7-8 نفر بودن، هر کشتم شدن یه خط باز خودشون شد. فوری هم سرکلشون تو وی او ای پیدا میشه، فوری سرکلشون وی او ای ببینیم که پیدا میشه. چجوری اینا رو برادکست میکنن، یعنی تو بزرگ میکنن دوباره صدا میشن برای نگه اپوزیسیون. نگاه کنین همشون جاسوس های اسرائیل که بهایی ها هستن، به اصطلاح جودایی که از خودشون بهایی بله گذاشتن، همونا که بهاییت رو ساختن. کسروی رو بخونید میبینید چطور بهاییت ساخته شد. همین یهودی های بودن که به اصطلاح از انگلستان، ما همش فکر میکنیم که انگلیس یعنی یک کشور، نه انگلیس یعنی رهبران یهودی که از قرن 17 انگلستان رو به طور کامل از 1603 تحت کنترلشون داشتن، همجور که آمریکا رو الان به از طور همون کامل خوردن. زمان هم کینگ جیمز بایبل رو درست کردن، یعنی تورات و انجیل رو به هم چسبوندن و یک دقیقا. توطئه واحد کردن. خب پس برای دور نشیم از این بله ماجرا، پس این ایناری که تو تلویزیون میبینید، این آلترنتیو هایی که میبینید، چپ های تلویزیونی به اصطلاح ملی ها و میان روهای تلویزیونی که سعی میکنن خودشون ملی نشون بدن، بله و دست راستی هاشون هم که دیگه معلوم مستقیم مامورای سی آی ای و ساواکی های قدیم و مامورای جاسوس های اسرائیل و اینا مش آشغال فاحشن. البته یه جاسوسی که خودش اسرائیلیه، اون برای کشورش داره کار میکنه، یک مادر به خطایی که به هر حال علی جنسش یا وفاداریش به کشوری که خودش ساخته، کشور به اصطلاح بی بن و بی بوته به قول معروف، باسترد به اصطلاح. ولی خب به هر حال اونا به هر حال برای کشور خودشون کار. ولی این که ایرانی خودشو حرف فارسی حرف میزنه و خودش ایرانی میدونه و مامورای ایناست، این از هر فاحشگی فاحشه تره. یعنی باید واقعا با از فاحشگان معمولی پوزش بخوام که اسم این آشغال ها رو فاحشه میذاریم. به هر حال چپاش و راستاش هم که خب معلومن کیا هستن دیگه، دیگه نماینده هاشون میبودی ها و غیره هستن فراوان. میانه هاشون هم که ملی هاشون هم که دیدی بله جانم با جانم پوزش جانم عزیزتان. جانم خیلی خوب، الان دیگه من شروعش کردم، میتونین اگه بذارین همین لحظه قربونت برم. درود چشم کدبان بودن، بله گفتن که دیگه پس این قیافه محیط بذارین، گفتم چشم بذارین. بسیار خوب. پس این تیپ های رو ساختن چه از چپ تا راستش آلترناتیو درست میکنن که زمانی که یک حرکتی جنبشی از طرف مردم مردم ایران باشه بشه اینا به چپانه. آردی مهرهای خودشون رو داشته باشن که دقیقا درود بر شما. شما من اینقدر پر حرفی میکنم در بله 3 ثانیه جنبندی کردیم. جنبندی کرد. خب پس میرسیم به ملی میانه هاشون، آلترنتیو های دروغی تلویزیونی و ساختگیشون و وی او ای هاشون و کانال های تلویزیونیشون و یا اینترنتیشون رو توضیح خواهیم داد، خواهیم رسید. پیش از این توضیح دادیم راستی هاشون، ولی امروز من میخوام روی این چپ ها به اصطلاح چپ ها تمرکز کنم و از همه بیشتر روی این حساس، چون من خودم رو در طیف دوستداران تاریخ بشریت فراپویش و مردمان میدونم، یعنی چپ. در نتیجه حساسیت من روی این آدم خورا خیلی بیشتره. از شاید که این موجود دیدیم که این همین آقای مرتضی محیط موقعی که میاد شعار مشروطیت رو که به راستی شعاری بود که ما فقط از اون طریقه که میتونیم به آزادی واقعی یا عدالت اجتماعی برسیم، که هستش بودش استقلال در درجه اول، تا زمانی که شما به استقلال نرسیم شرافت ملی و شرافت انسانی و غرور انسانی و شرافت خانوادگی نداریم. تا زمانی که مورد تجاوز یا مورد سوء استفاده یا آلت یک اجنبی باشیم، همجور که در این 200 اندی سال از زمانی که قاجار رو آوردن ما دیگه دیدیم که زیر کثافت اجنبی های توراتی بودیم. حالا از طریق اول یهودی های انگلیس و حالا از طریق سرمایه های بزرگ آمریکا که بازم مال یهودی های اسرائیل. میبینیم که اینهان که کدان کد غرب رو تشکیل میدن و اینهان که
کودتاها رو در سراسر جهان، در آمریکای جنوبی پاییزی کردن، جنایاتی که کردن در آمریکای جنوبی، در شیلی، در السالوادور، در نیکاراگوه، در آرژانتین، در همه این جاها می‌بینیم که اینا چه کثافات و جنایاتی کردن، چه کودتاهایی کردن تمام کشورهای آمریکا. خب البته خوشبختانه اونا از زیر این بانک جهانی و از این آدمخوری سرمایه های توراتی به قول من یا آدمخور جهانی بیرون اومدن و به اون میرسیم که چرا تعدادی از اینها تونستن همراه مبارزه مسلحانه با مبارزات شهری و سیاسی، بعضیاشون تونستن حکومت رو به عقب برونن و بتونن یک رأیگیری بسیار، یک انتخابات نیمه آزاد درست بشه و بتونن بر پایه با همه کارشکنه ها و کودتاها و اینها یه جوری به قدرت برسن، مثل چاوز یا مورالس اینها. میرسیم که این مردک ملعون آقای محیط از اینها داره سوء استفاده میکنه، از این تجربه های آمریکای جنوبی داره سوء استفاده میکنه که از اونجای زهرا رهنورد و موسوی میخوره. واقعا چه آدم، چه افتی برای بشر. حالا چپ که به جای خود میرسیم. به هر حال این از این شعار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی استفاده میکنه که شعار ما ایرانیان بوده از پیش از جنبش مشروطیت و در جنبش مشروطیت، که میبینیم در همون زمان تبدیلش کردن به، سعی میکردن یه عده‌ای از مثلا جودای صاحب قدرت به اسم آخوند، که آخوند یا همه آخوندها یهودیان را، دوستان خود بیدارشید متوجه میشه، سید نه سید یعنی همون از محمد یهودی و از ابوبکر یهودی یا از اون پیر سگ فاحش خدیجه میان. اصلا توی خود نوشتار خودشون ملا is the Jewish one. ملا نوشته های عبری رو بخونید، ملا یعنی the Jewish one، یعنی کسی یه جویشی که جهودی که عربی رو برش مسلط شده، میتونه عربا رو تحت سلطه خودش در بیاره و اونا رو برونه به این ورانور و از شمشیرشون استفاده بکنه، از آدم کشیشون استفاده بکنه. به هر حال عرب قدرت شعور برنامه ریزی و یک امپراتوری و بر فلسزمین عظیم با فرنگی مثل ایران حاکم شدن نداره. یک آدمخوری کثیف تاریخی چند هزار ساله میخواست که یهودیان در تورات پای ریزی کرده بودن، چند هزار سال روش کار کرده بودن تا تونستن این فاحشگی رو بر کره زمین حاکم بکنن، نه فقط بر ایران. ایران اولین و مهمترین ابستیکل جلوی اینها بود که تفکر آریایی، آزادگی و انسانی و برابری و تقسیم کار به جای استثمار انسان از انسان، و این رو باید هر جور بود نابود میکردن تا بتونن دنیا رو بخورن، که این رو بهش خواهیم رسید. به حال این آقا از شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی گفتیم، در زمان مشروطی هم شروع کردن چپاندن مشروعیت نه مشروطیت. اول یهودیا با پشتیبانی یهودی انگلستان، ما میگیم یهودی متوجه بشین که این رهبران که متوجه، فکر نکنه انگلستان این کارا رو میگه. انگلستان کیه؟ باید ببینید هر کشوری حکومتش مأمور چه بخشی از جامعه است و قدرت و اصلا درک شناخت حکومت رو باید مطالعه بکنن دوستانی که متوجه نیستن، که حکومت نماینده مردمان نیست، حکومت نماینده اقشار صاحب سرمایه و صاحب قدرت داخل اجتماع است و از اونا نوکری میگیره و از اونا دستور میگیره. خود این آقای چپی که اینقدر ادعا میکنه که دیالکتیک تاریخی یا مارکس رو فهمیده، حتی به این نتیجه گیری نرسیده که این آمریکاست که نوکره، در واقع نوکر اسرائیل و بانک های جهانی و سرمایه های جهانی است. هنوز برعکس فکر میکنه، میگه اسرائیل نوکر به دنبالچه آمریکاست. آخه بیشور، اسرائیل درست یه فسقلی، یه آشغاله، یک نقطه کثافت در کثیف‌ترین جای کره زمین، ولی بیچاره نادان آقای مستر محیط که اینقدر مثل خر میخونی مزخرفات، حکومت ها نماینده سرمایه های کنترل کننده اون جامعه هستن. با بانک های آمریکا و هفت فاحشه خواهر به قول معروف نفتی، اینها سرمایه های کجا؟ سرمایه آمریکایی هن؟ تو هنوز نمیدونی سرمایه ها مال کیان؟ تو حتی اسم اینها رو بلد نیستی؟ نمیدونی که اسم صاحبای اینا کی هستن؟ چیس مورگان کیه؟
میدونی اون یکی گلدمن ساکس کیه؟ اون ساکس میدونی یعنی چی؟ یعنی گلدمن میدونی گلدمن ها کیا هستن؟ تو اصلا میدونی تاریخچه که سرمایه های جهانی در این سه قرن اخیر جهان رو تحت کنترل گرفتن در سرمایه داری کیا بودن؟ اصلا طرف خره خره، با پوزش از خر، خیلی عذر میخوام. به هر حال بگذاریم از بلاحت این مرد، ولی میخوام من سر این شعار برسم که این شعار رو خراب میکنه: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. همجور که دیدیم در انقلاب سال 1979 ما همین ساواکی ها تبدیلش کردن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. در زمان مشروطی هم تبدیلش کردن به مشروعیت نه مشروطیت، که بعدا ما موازه مسلحانه کردیم گفتیم نه مشروطیت، که آخرش انگلیسی های فاحشه یعنی اون یهودی های صاحب انگلیس گفتن کشتی ها ما آوردیم تو خلیج فارس. اگه شما 5 تا آخوند دیدی که ما میگیم وارد کانستیتیوشن یعنی قانون اساسی نکنید، ما از اونجا سرمازم دارن پیاده خواهند شد، که اینجا اشتباهی که کردن یا به هر حال سازشی که مبارزان مشروطیت کردن، با اینکه اسلحه و قدرت به هر حال بخشن دستشون بود و اینها، ظاهرا پذیرفتند این کار رو و خب این پایه شد که این شیعه کثیف که همون یهودیت جدید باشه در ایران، که از طریق آدم خورای ترک موقعی که ما عربا رو زدیم آدم خورای سلجوق و صفوی رو به اسم شیعه یهودیان حاکم کردن با سرمایه های یهودی و با تئوری های همین ها. حتی تئوری ولایت فقیه هم در زمان مردک قاجار، فتح علی شاه قاجار، اون ژنرال جود انگلیسی جریان اصطلاح ولایت رو توی شیعه نوشت، ولایت فقیه رو. خب اینا همه این کثافاتی هستند که از کتاب تورات در میان، کارشون هم ساده است، برمیدارن میچپانند و مثل هم 12 ترایب فرزندان یعقوب که برن در جهان جاسوسی بکنن، جهان رو در دست بگیرن، تبدیل 12 امام کثیف به اصطلاح شیعه میشه. خب هر شد که من این بله کاغذمو جابجا کردم. خب پس اینکه این شعار آزادی استقلال که اول میاد که بعد میتونه آزادی و عدالت اجتماعی امکان پذیر بشه در جامعه، تا زمانی که استقلال نباشه نوکری، هیچ نوکر هیچ وقت آزاد نیست و هیچ نوکر نمیتونه عدالت اجتماعی رو در خانواده خودش، چون خانوادهش هم نوکر اون صاحب قدرت اجنبیه و اجنبی دلش برای اون کشور یا اون خانواده یا به اون شهر نسوخته. موقعی که یه جایی رو میگیره اجنبی برای تجاوز و برای جنایت و برای خوردن و برای نابودی اونها میگیره. پس موقعی که این فرد برمیداره به این شعار رو استفاده میکنه، میگه استقلال و آزادی، که بقیه کانال ها اصلا از استقلال هم فاکتور گرفتن. تو این 30 سال این کلمه استقلال حذف شده به دستور اسرائیل جونشون، یا استقلال گذاشتن حقوق بشر. حقوق بشر، این بهایی های کثافت که میبینید تو این کانال ها مرتب ولن، حقوق بشر، بهاییان را آزاد کنید. خب ببینید این اینه که برای اینا ممنوع کردن. این مردک هم که این شعار رو به کار میبره، شعار راستین مشروطیت رو به کار میبره، چون انقلاب ما از زمان مشروطه هم جو ادامه داره، هنوز موفق نشدیم حتی اون مشروطیتی هم که میخوام به اهداف مشروطیت، مشروطیت که چیزی نبود، اهداف مشروطیت که آزادی بود، استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بود، ما هنوز موفق نشدیم. الان چند ساله؟ الان 100 خورده ای ساله، 105-6 ساله. موقعی این مردک میاد از این شعار استفاده میکنه و پشتش میبینیم که از هرج نبتر زهر و نورد و موسوی میخوره. این یک دلیلی داره که تو این کانال هست دوستان. بی خود نیست که ما نیستیم، این هست. بی خود که نیست که اون یکی که طرفدار استقلال ایرانه نیست. اینایی که یه جوری یک فساد فکری یا یک وابستگی یا یک نوکر صفتی یا یک جاسوسی در درونشون هست و یا یک فساد فکری، حتی جاسوس هم نباشن، اون نابودی فکری، اون الیجنس یا وفاداریشون به پدران عرب و یهودیشون. شما اگه نگاه کنین همین مردک یه سر توی هرج نبتر فلسطینی هاست و میگه عرب، اصلا قیافش لبخندی کثیف میاد رو صورتش،
ولایبگی، فرهنگ ایران، فرهنگ آزادگی، فرهنگ آریامنشی، فرهنگ مهر، فرهنگ زنگ. آقا این حرفا چیه؟ اونها پوسیدن. اونا پوسیدن. خب کسافه اون پدر کثیف تو، اون محمدت هم توی قبوی کسافتش تا کل جهان رو گرفته. مال ما نمیپوسن، مال ما تبدیل به خاک میشن و از سیمرغ، مثل سیمرغ از خاکستر خود بلند میشن. من یادم پدر تو تو همین جنبش 3 سال پیش که این همه مبارزات مردم، جوانان به ویژه زنان و دختران بود، خب خیلی همه اکثر روزنامه ها و مطبوعات دختران گردآفرید ما و زنان ما رو نشون میدادن در این فوتجاش. این آقا برداشته بود یه 5-6 تا زن چادری رو که رفته بودن یکی رو سر یکی ریخته بودن یا نجاتش بدن، این شده بود سمبولش، سمبول. قهرمانش این کسافت. چون میدونی این همون طرفدار اون پدر آخوند کثیف خودش، چون میدونی که پدرش آخوند بود و خودش اومد تعریف کرد، بله. مثل رهبر حزب توده، مردمان مبارز چپ ایران، چون حزب دیگه ای نبود زیر اون رهبری کثیف آیت الله کیانوری، که پدرش آیت الله کثیف بود و خودش هم مأمور انگلیس بود، که میگن مأمور روسیه. دقیقا مأمور انگلیس بود، ولی خودش رو مأمور دو جانبه، خودش مأمور روسیه نشون میده. دقیقا همین که میگین اینقدر از این زهر و رهنورد و این عمامه، یکیه که خیلی هم دلش سوخته بود، زده بودن عمامش رو انداخته بودن. حالا میرسم به اینجا. این مردک ملعون، یه میخوام فساد فکری اینها رو بگم. مثلا رهبرای حزب توده، نه مردمان مبارز حزب توده، رهبرای حزب توده که جاسوس بودن و از طریق قدرت همین جودایی نفوذی سر کار گذاشته شده بودن، چون در همه چیز نفوذ میکنن، در چپ در راست، چون هم پول دارن هم اطلاعات در دستشونه، موقعی دست جلوه مرتب میتونی مردم و کشور رو نگه داری. ولی این دور باطل رو اگه ما یه دفعه بشکنیم و به استقلال دست پیدا بکنیم، این کسافت ها دیگه نمیتونن حاکم بشن. دو سه دفعه هم در طول تاریخ ما عربا و اینها رو زدیم و با بدشانسی و با چند اتفاق ناجور دوباره این کسافات دوباره اومدن حاکم بر ما شدن. با بدشانسی نیست، با جاسوسی که همه جا داشتن. بله، در ما در زمان ما 200 سال نگذشته بود که عربا رو بیرون کردیم و حکومت‌های ایرانی رو کار اومدن، بعد اینا ترکا رو آوردن، این اجنبی ها سلجوق و صفوی اشغال آوردن، باز ما اینها رو که زدیم، نادرشاه ایران، نادرشاه افشار که ایرانی بود و زندیه که ایرانی اومدن حاکم شدن و تونستن ایران رو دوباره آباد بکنن، که قاجار رو این فاحشگان یهودی در از شمال از قفقاز فایننس کردن و با آدم خوران به صورت ترک اجنبی فرستادن که ایران رو با خاک یکسان کرد. خب ما اینجوری اونا شدن سر سلسله، قاجار شد سلسله ای بعد از اون که کسافت زدن به ایران. خب این شخصی که حالا ادعای چپ میکنه و این گونه از کاسلیسی این نوع افراد میکنه، این انگیزش چیه؟ انگیزش ببینین، یکی این که اینا شعور تاریخی ندارند. اینا تازه به دوران رسیدن، اینا 4 تا کتاب مارکس یا جزوه های مارکس رو خوندن و اینا نه جامعه شناسی سرشون میشه، نه روانشناسی تاریخی میدن، نه آنتروپولوژی میفهمن یعنی چی، نه دیرین شناسی، نه مردم شناسی، نه یعنی پایه های دانش انسانی اولا در وجود اینها نیست. اینا یه مش آشغال تازه دارن رسیدن که وقتی که مثلا دکتر مثلا چی چیز بر بوده، فلان جا آدم میبریده، نمیدونم چی کاره، دکتر یک دکتر گوش حلق میگه مثلا در انتباه کن آره اونجا چرک داره آنتی بیوتیک بخور، مثلا در یه شعور یه همچی گوهی یه همچی آشغالی. این رفته چند کتاب مارکس خونده و این چیز نیویورک تایمز یهودی ها رو میخونه، نیویورک تایمز اسرائیلی رو میخونه. کارش اینه، یکی این که اینا پایه های فکری ندارن، دوم اینه که اینا جنسن جاسوس و ضد ایرانی و ضد فرهنگ انسانی هستن، چون پدرشو عرب میدونه، اون طرفدار اون پدری که به ایرانیا تجاوز کرده، مادرش اگه ایرانیه، عربه ای که مادرشو نکاح سوراخ کرده به این به دنیا اومده، این الیجنسش تای دلش مون بابا است. عربم خوبه، منم خوبه، منم از عرب میام. یکی اینه، یعنی خیلی از این جاسوسا و این آدم خراب این ضد ایرانیا میبینی که پان ترک و پان عرب و پان فاحشو، چرا؟ چون فکر میکنن که فرزند تجاوزن، فکر میکنن که فرزند فاحشگی هن، تای ذهنشون، خودشون هم نمیگن آقا من فرزند فاحشگی هم،
اینا خود رو فرهنگ اون فرزند آیدنتیفای به اون میکنن. آیدنتیفای میکنن. یک، در درونشون اون عقده حقارت هست، اون عقده حقارت تبدیل میشه به عقده خود برتر طلبی بله که به اصطلاح و مسخره کردن ایرانی. چون موقعی که اجنبی ها بر ما حاکم میشدن، موقعی که ما بلند میشدیم دو کار میکنن، با شمشیر که میکوبیدن و فلان سرکوب میکردن و با پول اجنبی و فلان اینها، از یه طرف هم ما رو تحقیر میکردن. همین تو کانال ها میبینی که تقصیر ماست، ایرانی بده، از ماست که خاک بر ماست، ناسپاس. خاک ناسپاس. همین بله فاحشگان اجنبی هستن که در زمان شام تو ایران سر کار خوردن بودن، و خوابیدن. بهایی ها و سیدا بله و یهودی ها در زمان محمد رضا شاه. الان هم همون ها سر کارن، یه بله گروه دیگه شون، ولی از همون اجنبی خواه ها، پرستو. اجنبی پرستان. یکی اینکه این پدرش عرب آخونده، یکی اینکه بی سواده و تازه به دورون رسیده، 30-40 سال داره آشغال میخونه. تازه دورون رسیده معنیش نیست که 1 سال 2 سال، معنیش که 30-40 سال داره کسافت میخونه، آشغال میخونه، به دنبال پایه دانش نرفته، به دنبال این نرفت که دانش از کجا آمده، به دنبال این نرفته که هیومانیتی از کجا آمده. پایه های ناسیونالیسم انسانی رو در تاریخ 10، 12، 15 باستان ایران. یا 200 هزار ساله هوموسیپینس حتی مطالعه نمیکنه، که انسان هوموسیپینس از اول در جوامعی که دور هم جمع شدن، جوامع سوسیالیستی اولی بود، کانسپت اتفاقا سوسیالیسم. شنیدم بعضی یه موقعی میخواست تاریخ انسانی و تکامل اینا رو بگه، دیدم او با کتاب های 20 ساله خیلی پریمیتیف، خیلی اولیه که روس در زمان استالین تو روسیه چاپ شد، بیشور احمق. آره، هنوز در اون حد داره مثلا تاریخ فوقش تدریس چگونه میکنه. انسان غول شد رو این بیشور خونده، یعنی شعورش در این سطحه. و بعد اینقدر این ابلهه که کسی که قرار چپ و طرفدار مبارزه با استثمار انسان از انسان و طرفدار آزادی باشه و ضد بردهداری و مبارزه با بردهداری باشه، با یه لبخند کثیفی یه دفعه میگفت که بعدداری باعث پیشرفت نیروهای مولده شد. اون کسافت عجب. همون چیزی که یهودی هایی کردن تو زنش، که بله سومری ها اومدن در میان رودان بعد از قتل عام آریایی ها چرخ و اینا رو درست کردن، این چیزهایی که از ما دزدیده بودن، بله زبان و چرخ و کانال و پیل الکتریکی و فران. اینها میگه اون بعد ممکنه که بعد همون چیزی که تو گوشش کردن، اونهایی که اومدن بردار شروع کردن، در اصل نیروهای مولده رشد شده. یعنی شعور این مرد در این سطحه، این نه تنها مارکس رو نفهمیده، این حتی بیسیک جامعه شناسی، سیاست، روان شناسی، تاریخ شناسی، هیچ کدوم از این ماجراها رو. البته اینا هم که دانشگاه یاد میدن آشغال بی سر و ته بن بریده است، ولی اگه کسی شعور خودش به کار بندازه، از همین تکنیک های آنتروپولوژی، دیرین شناسی، آرکیالوجی، زمین شناسی، همه اینها، تاریخ، اینا همه میتونه از پژوهش خودش رو میتونه بفهمه، اینا رو به هم وصل بکنه، پیوند بده، که این اصلا اون درک رو نداره، اون شعور رو نداره، اون پرواز فکری رو نداره که اینو بفهمه. و بعدش هم که اینها موقعی که چون آدمایی هستن، اون اپورتونیسم ذهنی که برای اینها، که اون فرصت طلبی ذهنی، اینا اگه میبینن که از هج نوتر موسی و موسوی زهر و نرنوت بخورن، میبینن که جوابهایی از ایران براشون رسید، پولهایی رسید، تبلیغاتی رسید، تعییداتی رسید، مقالات فرست شد. توی کانال ها شروع کردن راش دادن، ای چرا درا برا من باز شد. خب بدبخت مادر به خطا، برای اینکه رفسنجانی صاحب این کانال های فاحشه اندیشه و پارس و بقیه شو هست، به خاطر اینکه اینا از طریقی به اینها میرسونن. خب اینا هم بعدش هم که میرسونن میگن این بیا یکی، بیا یکی بره. بله. یکی اینه که خب اگرم بفهمن میگن اینش به قول معروف انشالله گربه است، اصلا به رو خودشون نمیارن. اینها چون اون الیجنس، اون وفاداری رو به فرهنگ ایران و به مادر خود ندارن، در اصل ایران رو مثل همون احساسی که عرب و یهود به ایران داره، غنیمت جنگی میدونه. یعنی این اگه ایرانی رو پودن بکنه و خودش رو متخصص رو و روشن فکر جلوه بده، اون امراض و اون روان پریشی و اون احساس حقارت که در پایین مغزش همیشه آزارش میده و از کودکی آزارش میداده، اون رو میخارونه، اون رو قلقلک میده، خوشش میآید که به قول معروف این احساس داشته باشه.
در نتیجه خب یه دفعه یعنی میبینی در که واقع در رپتیلین برینش، رپتیلین برینش در مختش. اونجوری اونجوری میشه، قلقلک میشه، یعنی به قول معروف یه جوریش میشه. بله اینا رو من به شوخی عرض نمی کنم، اینها من اینها رو خوب میفهمم، به این دلیل که نگاه بکنید، شما دقت کنید یکم با دهان باز به این حرکات و حرفا اینا نگاه کنید، یه دفعه داره از نمیدونم استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی حرف میزنه، یه دفعه میبینید میگه خانم زهرا نهنوت جناب موسوی گفته بود که اجرای کامل قانون اساسی رو میخوام. بعد آره، بعد معنیش چیه؟ معنیش اینه که مردکی که ملعون داره میگه، معنیش اینه که یعنی سقوط رژیم. عجب، موسوی سقوط رژیم میخواد. خب مادر به خطا، اون که با سیاه و سفید نوشته واسط و بارها گفته که دوران طلایی خمینی رو میخوام، مرد کثیف ملعون، این میشه سقوط رژیم؟ بعد مثلا برای توجیه بیشتر معنیش اینه، حالا ببینین، یعنی مثلا اگر دیدین از این تله هایی که میسازن، تله موش که یه جای مثلا یه سطل آب میذارن، بعد آب چک چک میچکه، بعد میذاره روی یه چیزی، بعد قلابی از اونجا سنگیر میکشه بالا، بعد اون سنگ میکشه بالا تو این کارتون ها، بعد سنگ اگه موش بیا سوت زنان رد بشه، سنگ میفته رو موش، رو موش، موش کشته میشه. اینم هم شعورش در همین سطحه، یعنی سقوط رژیم. حالا چرا؟ ببین نکتهش هم اینه، اگر روزنامه ها آزاد شوند رژیم سقوط میکنه. آره واقعا من از خنده یعنی شاخم در اومد. حالا گوش کردین دوستان، اگر روزنامه ها، اگر خب مردک ملعون آشغال اگر را با مگر تزویج کردن، توی آشغال افتادی از حج فلانه، آخه مردک تو بعد میگی که آخه اگر گفتم اینا یه دفعه، اگر تو با اون مغز پی برینت، با اون مغز مریض کثیفت اینو کشف کردی، فکر میکنی رژیم کشف نکرده که اگر روزنامه رو آزاد بکنه رژیم میافتد؟ اولا روزنامه رو آزاد بکنه همچنین هم رژیم نمیافتد، یه سری چیزا گفته میشه و یه دعوای میشه و اینا مردم رو سرکوب میکنن، زیر انقلابه که این رژیم رو میندازه، یک انقلاب مردمیه، پایهیه، تکیه بر تاریخ، تکیه بر متریالیسم دیالکتیک که اگه نخوندی باید بری بخونی معنیشو دوباره از سر بفهمی، که همون آخشید شناسی تاریخ ایران باشه، آخشید شناسی 12,000 ساله تاریخ ایران ره، که بعد هگل دوباره اونو از نو اومد تو اروپا گفت. این من یاد اون حتی فلسفه زرتشت هم میتونه بهش دست پیدا کنه. میاد آره، حتی اونقدرم شعورت نمیخواد برسه، همون گفته های زرتشت رو بخون متوجه میشی که متریس دیالکتیک یعنی چی، آخشید شناسی ایرانی یعنی چی. حالا سخنان تو یادتون نره، من بل. دلم واقعا داشت کباب میشد، این چنان سنگ سینه این زهرا نهنورد و موسوی رو میزد که قیافه زهرا نهنورد دیدی چه کمونچر، چه دول عجیبیه، واقعا خیلی دول، شیطان کثیف. میگفتش که اینها حتی این حبس خانگیش از زندان اوین هم سختتر و شدیدتره، زندان اوین هم این گونه نیست. من دیگه آنچنان داشت گریه و زاری و سینا میکن، من داشت واقعا تو سر خودش میزد، میگفت که این چه آدمیه واقعا، آخه این چه گونه اینا مریضند دیگه، اینا مریضند و اینا احتیاج به معالجه دارند، ولی خب ما که نمیتونیم اینا رو معالجه بکنیم. من توی برنامه قبلی کوتاه گفتم، نرسیدم بگم، گفتم باید این باد بره خود از این قرصایی بخوره که این دوستان ما میدن که موقتا روان گردان و اینها، که شاید کمکی بشه، یعنی این تضادی که در وجود اینها هست. حالا من میرسم سر آمریکای جنوبی، ولی این تموم کنم این توجیهی که میکنن سر اینکه میشه از طریق اصلاحات بله. روی حکومت دیکتاتوری سرنگون کرد که در تاریخ داره اتفاق نیفتاده. خب این مرده که ملعون میگفت که گروه های سرنگونی طلب همه بدن، بعد چپ های سرنگونی طلب که دیگه خیلی بدترن، دیگه سلطنت طلب و مجاهدین سرنگونی طلب هم که خب جای خود دارن، خب اون که ما میدونیم اونا مامورای اجنبی هن، سلطنت طلب و مجاهدین به اصطلاح رهبرانشون زیر نفوذ بله اسرائیل کثافتن بله، ولی چپ های سرنگونی طلب یعنی اگه کسی طرفدار مردمان باشه، طرفدار متریالیسم دیالکتیک باشه، طرفدار آخشید شناسی باشه، طرفدار فراپویش هستی باشه، طرفدار انقلاب
و دیگرگونی و آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی باشه بده، میشه چپ سرنگونی طلب میشه که بده. بریم سر آمریکای جنوبی که این مثل میزنه. نه پیش از اون بگم، داشت میگفت در 25 اینو نوشتم، در 25 خرداد این عزیزان در کنار مردم آمدن. خب این عزیزان یعنی اون کروبی کثافت با موسوی و اون زنه که جادوگر عجیب و غریب، اون عجوزه، ببخشید از جادوگر معذرت میخوام، عذر میخوام، پوزش میخوام، اون عجوزه کثیف، اینها آمدن بر کنار مردم. یعنی اون انقلاب 3 سال پیش میگه، اون به اصطلاح رستاخیز مردم، بچه های ایران، اینا اومدن تو کنار، در کنار مردم و ضربه هایی هم خوردن. اول اومدن اینا یه دفعه چپیدن همراه مردم شدن، ضربه هایی هم خوردن، حتی عمامه حضرت آقای کروبی از سرش افتاد و اصلا به جنره، حالا حضرت گفت یا جناب کروبی، جناب کروبی فکر عمامه ایشان جناب کروبی از سرش افتاد، از یه حالت یه قیافه داشت موقع حرف زدن این چپ ها دوستان مثلا. و امروز نمیدارم اصلا خوراک این عزیزان چیست، این مادر به خطا نگران خوراک این عزیزان، اون کروبی کثافت انگلیسی جهود به اضافه یعنی اون چروبیم دیگه، کروبی همون چروبی ما سالمی، نگران خورد خوراک کروبی و موسوی و اون ضعیفه چیز دیگه. میگو اینا از زندان اوین جاشون وحشتناکتره. بله بله آخه خدایا، این در اینا در خانه های زیباشون اینها چگونه چگونه روز به شب میرسونن، این چلو کباب هایی که در منزل های اینها میبرند و این بخور بخور و این به ما فلان کردم فلان، اینها خیلی من براشون ناراحتم. مردک نگران اینها بود. بعد میگفت سرنگونی خواهان اول بگوین چطوری، دوماً چی جایش بذارن. این همون چیزی هم بود که اون دست راستی کثافت اون یارو و چی چیز علمداری، علم کتلداری میگه. حالا این با اون دشمنه ها، با علمداریه میگه یه موقع دوست بودم. آره حالا میگه اون راسته، این مثلا چپه، اون راسته. علم کتلداری همینو میگه، میگه سرنگونی خواهان بگوین اول چی میخوان، اول چطوری میخوان سرنگون کنن، دومان چی جاش بزن. خب ما در خدا مگیم تو باید سرنگون بکنی، تو در تو تحت به یک استراتژی و درک درستی از تاریخ اگه داشته باشی، از دیالکتیک داشته باشی و حرکت فراپویش هستی و رستاخیز و انقلاب داشته باشی، میفهمی که اون همراه اون استراتژی تاریخی که در نهاد مردمان هست بله. چگونه اون رو همراه اون بشی و اون رو نماینده نوک پیکان تکامل یا فراپویش هستی بشی، به جای اینکه عقب مردم باشی و مردم از عقب بکشی که نرین جلو، آقا نرین جلو، آقا شما انقلاب نکن، اصلا شما چجوری میخوای انقلاب کنی، امکان باره برین دنبال اون فاحشگان. اون وقت اگرم حالا گیرم که خواستین اگه سرنگون بکنین چی میخوان جاش بذارین، یعنی من میام، یعنی این آقاه این میاد، این تلویزیون ها میرن، این بهایی ها و جودا و سیدا دوباره صاحب ایران میشن مثل هم از 1300 اندیسار یا چند دفعه قبل از اونش. آیا یعنی اینا ترسشون از اینه که تضمین میخوان، ترسشون از این که انقلاب مردمی بشه، یه دفعه ایران آزاد بشه. و بعدش هم میگفت اصلا جواب ندارن، یه نشسته بود مادر به خطای تلفن هم نمیذاره که کسی جوابشو بده. آره میگه اصلا جوابی ندارن، ازشون بپرسید که چگونه میخواهید سرنگون کنید، دومن چی جایش بذاری، اصلا جوابی ندارن. آکر رو خرید تلفن بذار جوابتو بدن مردم. مادر به خطا خیلی عذر میخوام. خلاصه این مردک ملعون اون ادای ارسطو رو در میاد که مردم رو به قول معروف آلت دست میدید و اون رهبرای اصلاح طلب و عزیزان رو میگفت به اونها میگه عزیزان عزیزان. ارسطو همین میگه، میگه یه درصد کوچیکی از مردم الیت ها هستن که صاحبان بردن، یعنی جودای همون چیز دیگه، یونان و آسیای صغیر و ترکیه امروزی، اینا این عزیزان. یه عده هم آشغالا و دونها و دون صفت ها هستن که مردمان هن، مجاریتی هن و مردم اصلی یا دموس، دموکراسی، دموکراسی، حکومت دموس، دموس همون 1% هن که صاحب بردگان هن. این هم همینو داشت میگفت،
این داره همون بردهداری ما برده این عزیزان اصلاح طلب بمانیم، این واقعا داشت همونو توی گوش ما میگه. این دشمنی این مرد کثیف رو با مردم ایران و با تاریخ ایران نشون میده. بعد میگفت اینا رو نوشتم، باید صبر و حوصله داشته باشیم که تغییرات کمی به کیفی برسد. ببینید دوستان، تغییرات کمی کیفی رو من توضیح میدم از دیالکتیک تاریخ، ولی معنی که این میگفت تغییرات کمی به کیفی برسن یعنی دنبال کون زهرا نرنورد برو این پیرسگ فاحشه تا ما بتونیم که کیفی بشیم. این شنیده که در دیالکتیک متریسیم دیالکتیک تغییرات کمی کمیرات ذره ذره ای به تغییرات چگونگی میرسه، یعنی یه دفعه جهش پیدا میکنه. و بعد مثال آمریکای لاتین میذاره که برزیل، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه اینها در همون زمان دیکتاتوری رای گیری شد و به استقلال رسیدن. خیلی راحت. خلاصه دوستان، این ماجرای آمریکای جنوبی و کشورهایی که به وسیله رای گیری به یک دموکراسی نیم بند رسیدن و بعد تعدادشون تونستن دموکراسیشون رو محکم بکنن، مثل چاوز که 20 بار آمریکا بعدش کودتا کرد بعد از اون که حواسش نبود چاوز به قدرت رسید که طرفدار مردمه، حالا اشتباهاتی هم که میکنه با فهم کنه احمدی نژاد هم انقلابی و اونا چیز میکنه، اونا به جای خود، ولی برای مردم خودش چطور اینا تونست همه این کودتاها رو شکست بده؟ به این دلیل که فاحشگان رو و جاسوسا رو از درون حکومت رونده بود بعد از اون که به قدرت رسید. اجازه نه چاوز، یعنی چاوز مورالس هم همینطور، همشون، حتی پاراگوئه، اکوادور، برزیل، کودتای تا اونجایی که من حواس یادم نیست کودتای بله میلیونش نشد، یا اگرم شد ما خبر نشدیم، ولی اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه اینا همه کودتا کردن، شکست خوردن آمریکایی‌ها، یعنی هم جودا در دست بگو سرمایه‌های بزرگ جهانی به اصطلاح آدم خوران تا نام مونوپولی. ببین اتفاقی در آمریکای لاتین افتاد. آمریکای لاتین از زمانی که تحت سلطه قرار گرفته، صدها سال از زمان حمله به اصطلاح اسپانیوردا که به یهودی های اسپانیا، توراتی های اسپانیا که اومدن و اینجا به دنبال گود و به دنبال الدورادو اومدن، و بعد یهودی های انگلیس که از اون طرف از بالا اومدن و شمال آمریکا رو گرفتن و اینها از اون زمان در حال مبارزه بودن مردم آمریکای لاتین. ولی اگه به اخیر بخوایم برسیم، اتفاقاتی که مثلا در 50 سال اخیر یا از مبارزات استقلال طلبانه مسلحانه مردم آمریکای لاتین، میبینید که در تمام کشورها پروسه اینه که مردم مبارزات ملی میکنن، تو خیابون ها میرن، سرکوب میشن، کشته میشن، باز میرن برای آزادی شعار میدن، مسکر میشن چی بهشون میگن، و دوباره برمیگردن. تا شما گفتی در این 50 سال اخیر بعد از اون کودتایی که در ایران CIA و در واقع اینها کردن، بله 1952 کودتای دومو در نیکاراگوآ، نه خیر، کودتای دوم در چیز بود، گواتمالا بود. بله. و به دهنشون مزه کرد و شروع کردن در تمام آمریکای لاتین آدمخوران به سرمایه بزرگ آدم خور جهانی تونستن کودتاهایی رو به انجام برسونن، چون مردم آماده نبودن. علتش هم این بود که مردم با مبارزات پیگیرشون تونسته بودن یک دموکراسی های نیمه بندی درست بکنن، و با پایگذاری مبارزات مسلحانه. پشتیبان مبارزات شهری و گروهی و شوراها و معلمان و کارگران و بسیار شوراهای مردمی و اینها، پشتیبان همه این گروه ها که مرتب سرکوب می شدن، مرتب از طریق حکومت های کودتاگچی و کودتاگر و مامور اجنبی سرکوب می شدن، پشتیبانش مبارزه مسلحانه بود. یعنی یه دهی از پیشقراولان، پیشروان جامعه تصمیم گرفتن که تا زمانی که به اینها گوشمالی ندیم، تا زمانی که به اینها نشون ندیم که مردم ما نه تنها مبارزه میکنن بلکه میتونن پیروز هم بشن، میتونن ضربه هم بزنن، همیشه ما شکست نمیخوریم، همیشه تو خیابونا کشته نمیشیم، یه تعدادی توی جنگل ها یا توی خانه های مخفی یا توی
حساب تیمی. تیمی بله چیکار دارن مبارزه میکنن و پشت مردم وایستادن. این اتفاق در تمام کشورهایی که با آزادی کشور رسید، اولش هم همون کوبا و چگوارا بودن یکی از به بله زیباترینشون همون سیستم کار چگوارا بود. بله اینها در هر کشور آمریکای لاتین که الان فقط یکی دو تاشی که نوکر موندن، بقیه 7-8 فراوان همه آزاد شدن، کولومبیا و پروه کولومبیا و پرو که هنوز تحت تسلط بله بساتیدن. البته در السالوادور، در بغل السالوادور اخیرا کودتا کرد آمریکا دو سه سال پیش و حکومت ملیش دوباره سرنگون کرد، ولی اونجا مبارزات ادامه پیدا کرد، نتونستن و اون شکل موفق بشن. مرتب مردم دارن مبارزه میکنن. در اتفاقی که افتاد زمانی که مبارزه مسلحانه پشتیبان مبارزات دموکراتیک مردم در صحنه‌های کارخانه و دانشگاه و شهر و روستا شد، موقعی که اون پشتیبان رو پیدا کردن توی پروسه 20، 30، 40، 50 ساله، بعضی وقتا کوتاهتر 10 ساله، اینا تونستن به حکومت چنان فشاری بیارن و چنان ضرباتی به منافع این کمپانی های کثیف بین المللی بزنن که حکومت ها تحت فشار مبارزه مسلحانه اون مردم، اون کسانی که دیدن که موقعی نتونستن مبارزه مسلحانه را سرکوب بکنن، ریشه هاشو پیدا کنن، به طور کامل از بینش ببرن، اون کاری که به اصطلاح ساواک اسرائیلی در ایران تقریبا موفق شد انجام بده، که موقعی که انقلاب شد مثلا از سازمان چریکا چند نفر بیشتر نمونده بودن، کنانه تعدادشون دست راستی و تودهی و عقب مونده و سازشکار شده بودن، ولی با این همه چنان جنبشی وجود اومد بعد از جز. خب اینا میدونن که بزرگترین دشمنشون همونایی هستند که نوک پیکان تکاملن، یعنی مواظب مسلحانه میکنن برای آزادی کشور خودشون در کشور خودشون، در خارج کشور نمی، در خارج کشور بله مواظب سیاسی بکنید، کسی نمیگه مثلا کانالای مادر به خطا بدن مثلا میگن آقا زنده باد مثلا مواظب مسلحانه، اونا رو خود مردم ایران تصمیمشو میگیرن. ولی در آمریکای لاتین موقعی که اینا سوء استفاده میکنن، میگن که از راه رای گیری مثلا چاوز سر کار اومد، خب نمیگن که چند سال مبارزه مسلحانه و چه مبارزاتی پشتش بود، یا در نیکاراگوئه یا در السالوادور یا در پاراگوئه یا در اکوادور، اینها اینو نمیگن که چندین سال اینا مبارزات مسلحانه پشتشون بود، یا حتی هند که موقعی که با گاندی مجبور شد جودای انگلیس دیل کردن، به خاطر اینکه سرمایه‌هاشون اونجا لطمه نخوره، به خاطر اینکه مبارزه مسلحانه در شهر و جنگل‌های هندوستان شروع شده بود، اینا میدونن، اینا خیلی خوب میدونن مبارزه مسلحانه که شروع بشه دیگه قابل سرکوب نیست اون جنبش، اون مردم گارانتی پیروزیشون، حالا یا 2 سال یا 10 سال یا 20 سال گارانتیه، اینو میدونن، اینو یاد گرفتن دشمنان بشریت از انقلابات مختلف، اینا رو خوب بلدن. این آشغال کله مثل محیط بلد نیست یا ماموری که خط مبحث بکنه که بگه بله دیدی اونجا رای گیری شد. در نتیجه در کشورهایی که اینا سازش میکنن با اون خط میانه، مثلا میگن اوکی حالا تو مثلا اوکی یه جناح که جناح وابسته CIA مثلا یا موسادیه، یه جناح مثلا جناح سرمایه داخلی ملیه که میخواد سرمایه ملی رو، سوسیالیست ممکن نباشه، کمونیست هم ممکن نباشه، طرفدار مردم هم اونجوری نباشه، طرفدار سرمایه های حداقل ملی باشه، طرفدار استقدار سرمایه های خودش حداقل باشه، که خب در سرمایه بزرگ میشه نوکر سرمایه مونوپولی بزرگ جهانی، آخر عاقبتی نیست به هر حال. ولی موقعی که این حکومت ها میگن باشه قبول میکنیم رای گیری رو، و بعد مردم که آمادن و با پشتیبانی مبارزه مسلحانه میریزن تو خیابونا و رای رو به رهبرای حداقل میانه یا نیمه سوسیالیست یا دموکرات خواه یا دموکراسی خواه در حال حتی در سطح سرمایداریش میدن، این پروسه خود به خود قدرت رو از دست، قدرت سرکوب رو از دست حاکمیت قبلی که صاحب ارتش صاحب پلیس در میاره، و تشتتی که در اون کشور ایجاد میشه از نظر قدرت سرکوب جناهای اجنبی یا دیکتاتوری اجنبی، اون باعث میشه که این تشتت و جنبش های مردمی بالا بگیره
و اون انقلاب گارانتی بشه، یعنی با پشتیبانی مبارز مسلحانه مردم میان تو حکومت مجبور به باز کردن به صلاح صندوقای رای گیریش میشه، صندوق رای گیری هم که مردم آماده ان در عرض سالها ادوکیت شدن که اینا باید برن اونا رو میندازن، بعضی وقتا هم حکومت ها پشیمون میشن که عجب غلطی کرده، ما فکر نمی کردیم، ما فکر میکنیم رادیو دستمونه، تلویزیون دستمونه، فکر نمی کردیم مردم برن رای بدن به مثلا این آشغال یا آشغال از نظر اونا یا این ملی یا اون ملی، و بعد شروع میکنن با آمریکا جونشون میگن آقا پول بده میخوایم کودتا بکنیم، آقا اینا اومدن سر کار دارن سرمایه ها رو ملی میکنن، بانک ها رو ملی میکنن، نفت رو ملی میکنن، پول بده میخوام کودتا بکنم، کودتا میکنن 20 بار بر علیه چاوز مثلا کودتا کردن، میگن فقط تحت فشار مبارزه مسلحانه است که یعنی با اون پشتیبانی، با پشتیبانی اونها حکومتی ممکنه راضی بشه که به اصطلاح ادای دموکراسی در بیاره، بگه خیلی خوب باشه صندوقای رأی باز میکنم، چیزای بین المللی هم بیان نگاه کنه. خب این مردک ملعون، این محیط فاسد، فاسد فکر عقب مونده، متوجه نیست که ما همچی شرایطی تو ایران هنوز در حال شکل گرفتنه. درسته که ما از سه سال انقلاب سه سال پیشمون از رستاخیز 2009 بود اگه شون بله 2009 بسیار درس ها بچه ها آموختن، هسته های مخفی تشکیل دادن، هسته های حتما مسلحانه تشکیل دادن، خب ولی هنوز به اصطلاح چیز نکردن، رو نیومدن، هنوز در حال بررسی استراتژی آینده انقلاب ایران هستن. این مرده که من اون آردی دنبال کونه اون فاحشه رفسنجانی و نمیدونم فلان و اون یکی موسوی و زرا نهرورد و کروبی و این هاست. مشکل ما البته جرئت نمیکنه رسما از رفسنجانی دفاع کنه، ولی پول اینها یک کاسه است، رفسنجانی و کروبی و نمیدونم موسوی، اینها اینا یکی ان، اینا مامورای اجنبی ان، یک نوع مامور دیگه، نه اینکه اون کی جناح آدم خور به اصطلاح اون جور آدم خوریش مثلا مامور نباشه، اونا به شکل دیگه، اینا ترفای مختلف هستن، اینا جناهای مختلفن که هدف مشترکشون تجاوز به ایران و آریایی و انسان و اینا، ما به سر چیز جنگیشون هستیم و از زمانی که به ایران در نیمت جنگیشون به ما نگاه میکنه. حالا در این رابطه تغییر کمی کیفیر هم اگه خواستین بعد از این بگم. قبل از این که از این بگذاریم، در همین پیوند کشورهای آمریکای لاتین و این انتخاباتی که برخی مواقع میشد و در واقع مردمی بود، این جریان نیکاراگوآ را هم توضیح بدید که با اینکه یک انتخاباتی تمدم چندین سالهای پیش گذاشتن، اون به اصطلاح CIA که زیر زن CIA بود، زن که CIA بود اون برد، بله، و اینها هم به اصطلاح واگذار کردن حکومت. فقط یک بار در تاریخ بشر، ما تمام انقلابات تاریخی رو مطالعه کردیم، تمام تاریخ انسانی رو زیر و رو کردیم، یک بار در تاریخ بشر یه حکومتی والنترلی قدرت رو به دشمنش داد، دقیقا. اونم در نیکاراگوه، و اینکه چپای نیکاراگوه 50 سال جنگیده بودن و بعد که موفق شدن نیکاراگوه رو آزاد بکنن، اون مامور CIA رو بیرون کردن در سال فکر می‌کنم 1980 خورده‌ای بود که به هر حال موفق شدن ساندینیستا اومدن روی کار و نیکاراگوه به طور کامل نابود شده بود، با خاک یکسان شده بود، هیچ سرمایه ملی، هیچ چیز درش نمونده بود، اون CIA که سر کار گذاشته بودن همه چی رو خورد و برد و برداشت، بود یه کشور کوچک بی ثروته بدون هیچی، فوقش مثلا یه سری موز سمی اینا میتونستن بپرورن، اینا که با سم ریختن پای موز و اینا، مال چیکیتا بنانا کمپانی آمریکایی بود که بله اون موقع اسمش بود چیز فران فروت چیز یونایتد فروت کمپانی، به هر حال که همون کودتای اتفاقا سال 1954 بعد از کودتایی که محمد رضا شاه تو ایران سر کار گذاشتن، از 1952 یا 53 یه سال بعدش یا دو سال بعدش در نیکاراگوئه همون کمپانی یونایتد فروت که الان اسمش چیکیتا بناناست، به اصطلاح دستور کودتا رو داد که آمریکا
به دستور به حکومت آمریکا داد که اونجا کودتا بشه، چون یونایتد فروت میخواد ملی بشه. اون یعنی کسی در گواتمالا در دارم. گواتمالا، چون آربنز اگه اشتباه نکنم سر کار بود اون زمان، داشت یونایتد فروت رو ملی میکرد، یعنی کمپانی های اونجا رو ملی میکرد که سی آی ای کودتا کرد به دستور همون چیکی، همون یونایتد فروت که الان اسمش چیکیتا بناناس، هنوز هم صاحب قدرت به هر حال تو آمریکا. فکر کنم دول و این چیزا هم صاحبش بودن. بله آقای دول هم از به اصطلاح متحدانشونه، ولی دول نه، صاحبش یکی دیگه بود. الان هم هست، یه پیرسگ جهودی که سفید سفید موی دراز عجیب غریبیه. خب کنار چیز هم نشسته بود، اون که خانم رفته بود زیر میزش اون کارا رو میکرده آقای آره آره کنار کلینتون هم با همیشه هم با کلینتون را میرفت. خب حالا بگذاریم، برحال نیکاراگوه بودیم. نیکاراگوه برحال ساندینیستا موفق شدن بعد از سالها دهه ها جنگ مسلحانه، حکومت و سر حکومت جاسوس یا به اصطلاح دیکتاتوری CIA رو سرنگون بکنن، ولی هیچی نداشت، هیچ سرمایه نداشت. اتفاقی که افتاد، اون زنکی که مامور CIA بود و به اصطلاح قول داد به مردم، چون ساندینیستا که رو کار اومدن رادیو و تلویزیون آزاد بود، یعنی مثلا جناهایی هم که میدونستن جاسوس و وابستن، به نظر من کار اشتباهی بود، اجازه میدادن بیان تو به اصطلاح تبلیغ بکنن برای خودشون، که چون اگه نمیذاشتن این کانال های بین المللی دست اینا بود، اینا از طریق کانال بین المللی میتونستن به قول معروف یا کودتایی بکنن یا اونجا رو تحت سلطه بگیرن. در چه گفتم بیا شما جاسوس های اجنبی هم میخوایم حرفاتون تلویزیون بزنیم بزن. اینا اومدن گفتن که آه نیکاراگوا درسته که شما پیروز شدید و فلان و اینها و حکومت و مثلا وابسته رو بیرون کردی، ولی زنگ خودش CIA بود مادر بخواد، ولی من طرفدار آمریکا هستم، ما اگر حکومت طرفدار آمریکا بیاریم آمریکا به ما رحم میکنه، به ما سرمایه میده، در کشور ما سرمایه گذاری میکنه، ما میتونیم از این فقر و گرسنگی و بدبختی و دهه های جنگ و بیچارگی نجات پیدا کنیم. مثل که جنگ و بیچارگی رو همینا نیاورده بودن و مردم بیچاره مسکیسو بدبخت بی سواد هم گفتن خب این مامور آمریکایه، این بیچاره میخواد به ما پول بده، میخواد سرمایه ها بیا اینجا سرمایه گذاری کنه، صد بسازه. رای دادن زنه که CIA برد شد رئیس بعد از دهه ها جنگ مسلحانه ساندینیستای چپ چیز، زنه که برد یه CIA برد. ساندینیست هم گفتن بفرم میخواد بری تو حکومت، برو حکومت کن، برو حکومت کن که مردم ببینن تو چه کاره، که ببینن تو میخوای ماهیت چیه. گذاشتن البته ارتش دست خود ساندینیستا بود. ارتش که آخه خود ساندینیستا خود ارتش بودن، خودشون 50 سال جنگیده بودن، نمیدونم چه مدت طولان، دهه ها جنگیده بودن، خودشون ارتش بودن، خودشون رفتن گفتن اینم اسلحه های ما، تو خونه گذاشتن، تو خونه درش هم قفل کردن، کلیدش هم دست خودشون. البته تو بیا اینم رفت و این زنه کیس شد و رئیس جمهور شد و به خاک سیاه کشوندن نیکاراگوا. بقیه ثروت سیاه نیکاراگوا رو از زیر زمین‌هاش در آوردن و بردن در اون 4-5 سالی که این زنه که کثیف هم بود، که دفعه بعد مردم از نیکاراگوا دیدن که مامور اجنبی چقدر دلش میسوزه با آمریکا، چقدر سرمایه گذاری میکنه که این کشور آباد کنه. دفعه بعد 4 سال بعد دوباره به ساندینیستا رای دادن، ساندینیستا دوباره شرکت کردن در انتخابات و رای گرفتن و برنده شدن. برحال البته خود ساندینیستا هم یه جناح همچین در همون چپ بودنش یه جناح سازشکار داره در درونش، که متاسفانه اینا فسادهای ذهنی سازشکاری برحال که در درون چپ نفوذ کرده، که با اجنبی و با سرمایه های چیز یه جوری بسازیم که خب از اقتصاد میکس به قول میکس اکانومی بهش میگن درست میکنن و اینها. عرض شد که ما از این بله من دوست دارم که بدونم نگاه شما از این کمیت هایی که جهش پیدا میکنه بله. کمی به کیفی باش و اینکه یه چند تا نکته در مورد این آقای مشیری هم من جدیدن برنامه خیلی خنده دار بود میخوایم سخن بگیم، یک امشب بگیم تنفسی بگذاریم که دوستان خسته نشن. خب من طولانی صحبت کردیم باشه، یک ساعت شد. خب نه اجازه بدین که من زود تمومش کنم باشه. چون امشب من خودم خسته هستم و
مشیری هم میذاریم در وسط، چون مشیری طبق معمول رو همین که ما گفتیم، خب مرده که معلوم برو خود مطالعه کن که ببین دانش از کجا رو کره زمین پیدا شد، از چه زمانی، مال 5000 سال پیش آدم خوران سومری نیست، مال 12000 سال پیش. خیام رو مطالعه کن که موقعی که تاریخ شمسی یا خورشیدی رو دوباره بازسازی کرد و گفت که از چه از زمانی زمان کیومرث شما پیشدادی 12345 سال پیش بوده که این تاریخ پایه‌گذاری شده. یعنی ما اون زمان میدونستیم که زمین یک دور به دور خورشید که بزنه میشه یک سال، و اون گالیله عقب مونده جهود نیست، یا نمیدونم سر ایزیک اسحاق نیوتن نیست که اینا رو کشف کرده، سید جهود اسحاق نیست که اینا رو کشف کرده. اینها ما میدونستیم 12000 سال میدونستیم که زمین به دور خورشید میچرخه، نه خورشید به دور زمین. بعد کتابای این ما رو اسکندر دوزی داد دست این ارسطو. خب یکی دو قرن بعد هم چیز این به اصطلاح رنسانس اروپا پیش اومد. بله. مثلا اینکه عکس این تورات جودای فرانسوی انگلیسی هم میذاشت، هی واسه ما بهبه و چهچه هم داره، یه مش عکس های کج کوله این جودایی که کتابای ما رو دزدیدن، از همون چیزایی که اسکندر دزدید و برد و زمان اعراب یهودی ها دزدید و بردن، که اینها نگاه کن، این یکی لاوازیه نمی کشف کرد، اون کشف کرد. خب بدبخت بیچاره. ولی تنها آدمی که اون وسطش درست بود مندلیف بود. مندلیف بیچاره جون کن جدول اعداد اتمی رو درست کرد که معنیش هم نمیفهمید موقعی که میذاش، نمیدونست اصلا عجب اعداد اتمی یعنی چی. بله اون فاید دانشمند، بقیهشون دوز بودن، مرده که معلوم. حالا به اون باید یه روز دیگه حسابشو برسیم. ولی این ماجرای که این مردک محیط اشاره کرد به به قول معروف، خب ما باید اول گفت از طریق قانون اساسی اینها ما میتونیم به رفراندوم بذارم، یعنی آخونده بیان بیان آقا آی محیط کثافت تو بیا برو تو قدرت، ما خواهیم رفراندوم بذاریم، آقا رضا و تو و همه آخونده غیر که الان موسوی و که الان در قدرت نیستن بیان برن تو قدرت، ما هم که به قول معروف اقتصاد ایران رو کنترل میکنیم و اون آدم خورای چی بهش میگن ارتش، نه اون یکی فاستارا و اینها، قدرت بیان بدن دست توی عقب مونده، احتمالا رفسنجانی و نمیدونم چند نفر دیگه هم بشن چیز، اون پنج تا بشن خاخامی رئیس. که بذارن توی اون پنج تا خاخامی که رای بدن که تو بیای بری توی مجلسشون وارج، مجلس خبرگانشون، تو هم از خبرگان بشی، عرب عقب مونده مریض. خب اینه دیگه، این اسمش هم چپه. به هر حال جریانات این سوء استفاده از این که به اصطلاح گفتمان های دیالکتیک که درسته، حرکت تاریخ به این شکله، تغییرات کمی به کیفی تبدیل میشه. بله بله، یعنی تغییراتی که جهان همیشه همگونه که ما ایرانیان در آخشی شناسی ایران، این چیزی نیست که هگل یا مارکس کشف کرده باشه، اینها اگر هم ناخواسته این از فرهنگ ایران استفاده کردن، مارکس آخر عمرش متوجه شد که فرهنگ از شرق می اومده و گفت متاسفانه من نرسیدم که به شرق بپردازم، و پشیمون بود، ولی خب عمرش کفاف نداد. ولی به هر حال آموخته بود اینها رو، از اگل آموخته بود، اگل هم از ایران آموخته بود، همونجوری که خودش میگه که تاریخ و فرهنگ از ایران شروع شد. به هر حال یه اجنبی اینو میدونه، یه دانشمند بود و یه اجنبی، ولی این آشغالا که نوکران اجنبی هستن، محیط ها و مشیری ها و بقیه، اینا روشن فکراشن، بقیه که مش آشغالاشون، اینا روشن فکراشون، اینها اون کینه و چیز رو هنوز به ایران حفظ کردن، درست مثل بهایی ها و جودا و سید ها و اینا، که اون کینه شون نسبت اون جامعه که توش زندگی میکنن، هیچ الیجنس، هیچ وفاداری ندارن به جز اون پدری که تجاوز کرده به مادرشون، طرفدار اون بابا هن. برحال این از عقده و مرض روانیشون میاد، ولی خب این ما کم کم در آینده اینها رو باید مداوا بکنیم. چه بکنیم؟ برها درسته در حرکت تاریخ در آخشی شناسی ایران هم خیلی مشخص، شما صفحه اول شاهنامه رو بخونید متوجه میشین دیالکتیک یعنی چی، که همه چیز در حال دگرگونه شدنه، در حال فراپویشه، در حال حرکته، همه چیز نماینده برشده گوهر است. شاهنامه، صفحه اول شاهنامه، نماینده بر بالا آمده
گوهر، جوهر اصلی که عرب نمیتونست به گوهر میگفت جوهر، اون بنیاد اصلی ماده یعنی انرژی که بر شده و تبدیل به اتم ها شده، به هم چسبیده، بالا اومده، در حال بر شدن یعنی بالا رفته، یعنی تکامل، یعنی فراپوش فراپویش، شده. تکامل غلطه، فراپویش یافته یا ایوالو شده، حداقل ایولوشن یه ذره بهتر از تکامله، کلمه ایوالو شدن ایولوشن، ولی درست ترینش بر شده یا فراپویش فراپویش شده یا. و این دگرگونی همیشگی، همه چیز در حال حرکته، همه چیز در حال دگرگونیه، همه چیز در حال نو به نو شدنه. باز میگم به شاهنامه مراجعه کنید که تغییر که فرهنگ 10,000 ساله رو اومده در یک صفحه براتون، هم صفحه اول باز کرده. پس همه چیز در حال حرکت، تغییراتی صورت میگیره در اینش که شما به چشمتون لزوما ممکنه نبینید یا در ظاهر اونو پیدا نکنید. مثلا آبی که داری بهش حرارت میدید، ظاهرا میبینید که اتفاقی، موقعی بهش نگاه میکنید میبینید اتفاقی نیفتاده، 99 درجه هم گرم شده هیچ اتفاقی نیفتاده. اگه کنار دریا باشید، فشار هوا 76 درجه به اصطلاح جیوه باشه، 76 سانتی متر جیوه باشه، یک درجه دیگه بهش گرما بدین، یعنی یک ثانیه دیگه بهش گرما بدین، چیکار میکنه؟ شروع میکنه قرق خوردن، یعنی تبدیل به بخار میشه. این بهش میگن در تمام طولی که به این حرارت میدادید که هیچ اتفاقی نمیافتاد، فکر میکردید جامعه از هر حرکت وایساده، هیچ تکونی نمیخوره، آب از حرکت وایساده، هیچ تکونی نمیخوره، یه دفعه شروع میکنه به جوشیدن. چرا؟ داشته اون تغییرات ماهیتی در درونش یا چگونگی در درونش صورت میگرفته. ماهیتی نه، تغییرات ذره ذره ای، ببخشید، تغییرات ذره ذره ای، نه از ماهیتش عوض نشه، هنوز آب طبیعی بخار نشده. کیفی یعنی اینکه اون کیفیتش، چگونگیش عوض میشه، تبدیل به بخار میشه، شروع به جوشیدن میکنه. یا مثلا 100 کیلو میذارین رو پشت شتر، بعد یک کیلو دیگه هم بذارین پشتش میشکنه. چرا؟ اون فشاری که در اون 100 کیلو بوده ظاهرا شتر هنوز حملش میکنه، ولی همون یک کیلو اضافه است که اون تغییر کیفی رو یا چگونگی رو که شتر. اینو در هر چیزی میشه، اینا مثال های خیلی ساده من عرض میکنم، ولی در پدیده های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، شیمیایی، فیزیکی، فکری، بدنی، در هر چیزی این در حال این دیالکتیک، این حرکت، این جنبش، این فراپویش یا این آخشیج هستی یا این پارد هستی در حال حرکت. و اینکه یک پدیده‌ای به اندازه کافی اون پتانسیل یا اون تغییرات کمی در این صورت گرفته باشه که آماده جهش باشه، آماده تغییر کیفی باشه، بله، در یک حرکتی، در یک تکانی، در یک لحظه ای که اصلا ظاهرا هیچ کس انتظارشو نداشته، ولی انسان آزاده و انسان باهوش، کسی که نوک پیکان فراپویش هست، اصلا داره میکشه جامعه رو یا حرکت رو که اصلا اون تغییر کیفی رو به انجام برسونه، تغییرات کمی رو، تحلیل درستی ازش پیدا کرده، فهمیده که جامعه به مرحله انقلاب رسیده، مرحله انقلابی در جامعه زمانی که مردمان یا توده ها، مردمان دیگه اون سیستم رو نتونن تحمل کنن، نمیخوان تحمل کنن، دوست ندارن، آمادهشن، اکثریت جامعه آماده اون تغییرن. و در آن طرف هم حکومت دیگه اون تمهیدات و آلترناتیوی رو که میتونه اون جامعه رو سرکوب یا کنترل یا راضی نگه داره یا بهش چیزی به خورون فعلا اون هم به بن‌بست رسیده باشه. اینو بهش میگن موقعیت انقلابی. موقعیت انقلابی اون وقت پیشرو جامعه یا انسان روشن فکر، انسان یا انسان واقعی، انسانی که ماتریسم دیالکتیک رو بشناسه، حرکت آخشی شناسی هستی رو بشناسه، چیکار میکنه؟ با تحلیل درست این رو درک میکنه و بر بالای اون و در نوک اون قرار میگیره، به جامعه رو میکشه به اون طرف، به جای اینکه از عقب بکشش که نرو جلو، بیا برو دنبال اون زنه که فلان، چیکار میکنه؟ میگه زنده باد، درود بر شما، درود بر حرکت شما، درود بر این انقلاب، درود بر... چیکار میکنه؟ با سرود انقلاب. چرا؟ چون تحلیل درستی داره. البته مثلا یه زمانی که
هنوز جامعه به مرحله انقلابی نرسیده، ممکنه شعارهای انقلابی یا حرکت یا فلان اینها همون لحظه به کاری نرسه، یا مبارزه مسلحانه 10 سال طول بکشه تا بتونه موتور مردم رو حرکت بندازه. ولی معنیش این نیست که اشتباه، چون اگه بر اساس استراتژی درست باشه، این استراتژی در نهایت به تغییرات کیفی یا چگونگی جامعه یا یک انقلاب یا دیگرگونی جامعه، انقلاب یعنی دیگرگونی جامعه، نه اینکه اینو بر این آخونده برداری اون آخونده بذاری، این آدم کش رو برداری اون جاسوس اسرائیل رو راش جاش بذاری، اونو برداری کودتا بکنی. ببینید کاری که داره الان این کانال ها تو این 30 سال برای شما کردن، اینا رو دیزاین کردن که اصلا شما اصلا فکر استقلال از زبونتون بیفته، به خاطر اینکه یه بار انقلاب کردین سال 1979 و ببین چی به سرتون اومد، دیگه همچین غلطی نکنی. اینو اجنبی تو گوشتون داره میخونه به هزار تمهید. حالا اون وسطش یکی رم زارم به عنوان چپ اجازه میده ول بشه تو این کانالا بچرخه، مثل این آشغالا که خب از استقلال هم ظاهرا صحبت میکنه، ولی کسی که از استقلال صحبت میکنه یه دفعه یه همچین کثافتی رو میخوره، از اونجای زن موسوی میره میخوره. خب این باعث میشه که کسی هم که مثلا یک آدم بچه جوان معمولی از استقلال هم بدش بیاد، بگه این که مردکی که داره از استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی حرف میزنه، از چیز زن موسوی میخوره، از اون زنه که کثافت اگلی فلان فلان شده میخوره. خب ببینید اینها در واقع اینا ترمز میکنن، ترمز درود بر شما، اینا ترمز کننده جامعه، جلو انقلابگیر، و اینها فاسد کننده فکر جوانان انقلابی ما هستند. به هر حال من امشب به هر حال منظم نبود کارم، آماده نبودم، ولی به هر حال این مردک رو ببینیم چی میگه، دنبال خواهیم کرد و اجازه نمیدیم که اسم انقلاب رو یا چپ رو یا طرفداران مردم رو یا طرفداران تاریخ رو به این آشغالی بکشونه. خب درود به همیهنان. کدبان گرامی، ما در خدمت شما هستیم. امروز نزدیک 1 ساعت و 20 دقیقه بیشتر نرفتیم، اگر که گفتمانی هست در خدمتتونیم. بله، ما دیگه میخوایم ببندیم برنامه رو که بله دو تو زن میکروفون من بسته بود. به هر حال اگه فرمایشی ندارید میبندیم برنامه رو. درود به توان شما تا فردا شب برنامه رو منظمتر و بهتر رو خواهیم داد. آدم خوران تلویزیونی. بله درود به شما. بدرود مسجد ساعت 8 شب هنگام. بدرود بر شما. فردا شب و مسجد ساعت 8. درود بر شما.